و سلام خدمت همه دوستان، امیدوارم حال همه تریدرها خوب باشه. امروز میخوام 3 از پروژه‌های خیلی خیلی محبوب متاورس رو بهتون معرفی کنم که توی کف مناسبی برای خرید میتونه باشه، برای هولد مثلا چند هفته یا چند ماهه میتونه پروژه مناسبی باشه. الان با هم دیگه میریم این 3 پروژه خیلی عالی رو با هم دیگه چک بکنیم. علارغم اینکه شما میتونین توکن هر کدومشون رو بخرین، بعضیاشون هستن میتونن برای خرید زمین، برای خرید NFT ازشون حتی استفاده کنین، یعنی میتونین حتی NFT و زمین هم بخرین. پروژه خیلی خوبی هستن، الان هم تو کف مناسبی هستن. با هم دیگه میریم چک میکنیم ببینیم که به ما دسترسی میده، برای کجا ورود انجام بدیم. خیلی خوب، با من همراه باشین. قبل اینکه به پروژه‌ای متاورسیمون بپردازم میخوام یه لحظه چارت بیت کوین رو با هم دیگه نگاه کنیم. همونجوری که میدونین بیت کوین ریزشیه، بهترینه که بیت کوین حرکتش رو شروع کنه. اون موقع است که طبیعتاً آلت کوین ها، اتریوم، اینا هم شروع به حرکت میکنن. خب اگه خوب توجه بکنین، ما در ماه سپتامبر یعنی تابستون گذشته یه همچین فرمی رو توی بیت کوین داشتیم، اومده بود پایین مووینگ 200، مووینگ های سبک‌ترش هم قطع کرده بود. توی منطقه اینجا رو صحبت میکنم و اینجا موفق شده بود این کانال اصلاحی رو به سمت بالا قطع بکنه. در واقعیت یعنی الگوی پرچمی که درست کرده بود قطع کرده بود و پامپ از اینجا شروع شد. خب یعنی از محدوده عدد تقریبا 44 رسید به منطقه 67. خب حالا بیت کوین الان همونجوری که خودتون مستحضر هستین از ماه نوامبر داره میریزه. الان روی مووینگ 200 نشسته توی این زون. اجازه بدید من زون رو پاک کنم راحت تر ببینیم. روی مووینگ 200 نشسته و توی یک کانال اصلاحی ریزشی هم هست. خب منتها از این کانال من از یه چیزش خوشم نمیاد، اونم اینه که این کانال نباید همه این مسیر رو برمیگشت. الان تقریبا همه این مسیر رو برگشته. خب حالا هنوز این شانس براش وجود داره، کسی چه میدونه، شاید هر لحظه این کانال به سمت بالا شکسته بشه و بیت کوین ما بخواد به عددهای بالاتر برسه، ولی این احتمال هم نادیده نگیرین. به هر حال داره پایین مووینگ 200 یکی دو روز بازی میکنه، پایین 50% اون کانال داره بازی میکنه، احتمال ریزش بیشترش هم هست. پس زود قضاوت نکنیم، نگیم که خیلی خوب پس بیت کوین الان توی کفی نشسته، حمایت خوبی داره و ممکنه به رقم‌های بالاتر برسه. نه، اتفاقا ممکنه در همین جایی که هست همه رو غافلگیر کنه، یهو با یه ریزش شدید روبرو بشه. حالا پروژه متاورسی هم که دارم بهتون نشون میدم توی کف خیلی خوبی وایسادن. خب یعنی میتونیم، خب چون پروژه دیدین اکثر ارزهای متاورس خیلی ارزونن، شما میتونید با مبلغ کمتر حجم خیلی زیادتری بگیریم. پس در واقع ما میتونیم به صورت خرید پلکانی اقدام بکنیم از همین امروز. خب اولین پروژه‌ای که میخواییم با هم دیگه چک بکنیم پروژه بلاک هست. همونجوری که میبینین بلاک تابستون یعنی همون در واقع اول پاییز تونسته بود از محدوده 2 سنت خودش رو محدوده 18 سنت برسونه. خب یعنی 9 برابر شد، یه رفت و برگشتی انجام داد، الان توی این زون حمایتی هست و همونجوری که میبینین اینجا گیر کرده برای 4-5 روز تقریبا. خب سر اوسیلاتورمون به سمت بالا هست، میشه به عنوان خرید پلکانی در قدم اول یه مقداری اینجا بخریم، ولی ممکنه ریزش ادامه پیدا کنه به منطقه اینجا برسه. در منطقه اینجا هم میتونیم مجددا خرید بعدی رو انجام بدیم. بعید میدونم ارزشش رو از منطقه اوپنش کمتر حتی بشه، ولی تو این دوتا پله میتونیم برای خرید خودمون آماده کنیم. راجع به بلاک من یه توضیح بدم. برگشت مسیر اصلی رو ببینید، ما شروع مسیری که داشتیم اگه بخواد این همه باشه، الان بلاک تقریبا یه چیزی دور بر 62% اصلاح کرده. پس جای خوبی میتونه باشه برای حرکت به سمت بالا و خدمتتون عرضم که یه سر با هم دیگه بریم سایت بلاک رو ببینیم. این سایت بلاک ببینید این گرافیک بازیشه و عرضم به حضورتون که خیلی سایت خفنی هم هست و شما میتونین اگه علاقه دارین برای خرید توکن بلاک اقدام بکنین و میگم به صورت پلکانی تو چند مرحله این توکن رو برای خودتون داشته باشین. خب
پروژه بعدی که میخواییم بریم وایلدر ورده. پروژه وایلدر ورد هم ببینین، ما دفعه قبلی که اینو اعلام کرده بودیم این منطقه نشسته بود، سود خیلی خوبی رو ازش گرفتیم در ماه نوامبر، ولی خب بهتر این بود که همیشه سیاست ما اینطوریه، یه بخشی از سود رو اینجا خارج میکردیم که پول بمونه بتونیم تو کف پایین تر مجددن خرید انجام بدیم. خب یه مقداری از وایلدر ورد هست هنوز پیش من، یه مقداریش هم خب فروختم، به عنوان کف اول اینجا گزینه مناسبی هست، همین زونی که ما هستیم یه خرید اینجا انجام بدیم، زون بعدی میتونه اینجا باشه، میتونه اینجا باشه. حالا بریم تو سایت وایلدر ورد ببینیم چه سایت باحالیه. از این شما میتونید زمین هم بخرید. خب این سایت وایلدر ورد شما همه این NFT ها رو میتونین ازش بخرین. ببینین الان یعنی توی قسمت ویلز هستیم، پرایس هم داره براتون، میتونین به صورت NFT اینا رو بخرین، کارهای 3D که هست. و میدونین وایلدر ورد قرار شده با مثلا شرکت نایکی همکاری بکنه، نایکی کتونی های سبودیش رو قرار به صورت NFT اینا براش بفروشن. و عرضم به حضورتون که اگه بخواین خونه بخرین میتونین توی این فضای متاورسی برای خودتون خونه بخرین، اگه بخواین زمین بخرین زمین داره، میتونین زمین بخرین، قیمتاش هم مشخصه، مارکت کپ کلی زمینش هم مشخصه و کلا سایت خوبیه. اونایی که به NFT و زمین در فضای مجازی علاقمند هستن میتونن از وایلدر ورد استفاده بکنن. خب پروژه دیگه‌ای که میخوایم معرفی کنیم که پروژه محبوب منه، دوستایی که با ما در تماسن همه میدونن من عاشق این پروژه‌ام و ازش هم مقدار زیادی دارم. و جالب اینجاست همیشه من وقتی یه چیزی میگیرم میره توی سود، مثلا پولم دو برابر میشه، من نصفشو در میارم که بگم اصل پولم آزاد کردم بقیه‌اش سوده. تو این یه مورد اصلا این کارم نکردم، انقدر که این پروژه برام جذاب بوده. دارم راجع به پروژه اطلس استار صحبت میکنم. پروژه اطلس یه پروژه متاورسی خیلی خیلی عالی هست، ما یه ویدئوی کامل راجبش صحبت کردیم هست. فقط یه دوستانی که اگه تازه دارن اینو میبینن، من یه سر براتون فقط گرافیک بازیشو بیارم ببینین که چی هست. این بقول گفتنی پروژه اطلس هست، یه چیزی تو مایه‌ی همون جنگ ستارگان و تو کهکشان‌های دیگه بازی داره انجام میشه و ببینین تو این کلاس کاریه. این هم چرا برام خیلی خیلی جالبه، چون هنوز بازیش قابل اجرا نیست، بازیش لانچ نشده، فقط تریلرش اومده، روی تریلر داره این همه فعلا مانوف میده. اگه بازی این یه روزی قابل بازی شدن باشه، پروژه این میتره که دیگه صحبت دونه 10-12 سنت نیست، دونه 10-12 دلار باید بیاریم صحبت کنیم. خب و شما توی این بازی میتونین در دنیاهای دیگه، کهکشانهای دیگه برین زمین بخرین، این کاراکترها رو میتونین NFT هاشو بخرین. پروژه خیلی خیلی عالی هست. اون موقعی که توی رفت دونه 12 سنت بود ما اعلام کردیم، ما خریدیم، داریم، یعنی حداقل من دارم، سود خیلی خوبی هم کرد، از 12 سنت رسیده بود به 22 سنت، تقریبا دو برابر شده بود، الان برگشته. پس عزیزانی که نخریدن یا عزیزانی که علاقه داشتن بخرن فرصت نشد، یا اونایی که مثلا من دوست دارن حجم بیشتری داشته باشن، الان میتونه موقعیت خوبی باشه. هم تو کف اینجا، تو کف اینجا که خب طبیعتا همون کفی بوده که من قبلا خریدم، خب اینجا من خرید نمی‌کنم چون دارم تو این قیمت، من منتظر کف اینجا. اگه به این کف برسه من مجدداً یه حجم خیلی خیلی بیشتری، یعنی منظورم دور بر 8 سنته الان که دارم صحبت میکنم، 10 سنته، 2 سنت دیگه بیاد پایین تر، من یه حجم خیلی زیادی از اینو خرید میکنم، نگه میدارم. و این چیزی نیست که من توقع داشته باشم هفته بعد بره توی سود یا هفته بعد یا پولم چند برابر بشه. این پروژه‌ای که گفتم ممکنه پولتون چند هفته یا چند ماه گیر بکنه. خب پس حواستون باشه اجاره خونه ماه بعد رو نیارین، اینا رو نخرین، اینا پروژه های زمانبری هست. و همه چیز باز به حرکت بیت کوین بستگی داره، اگه بیت کوین اون ترازش رو از دست بده بیاد پایین تر، همه این پروژه ها ریزشی تر میشن. منتها اینا پروژه هایی هستند که شرکت های بزرگ هزینه های خیلی گزافی روش کردن، این پروژه ها چیزی نیست که نابود بشه از بین بره، اینا میمونن. خب و شما میتونین رشد اینا رو در آینده ببینین. خب بخاطر اون پولی رو بیارین اگه میخواین خرید انجام بدین که واقعا در آینده نزدیک به اون پول احتیاجی نداشته باشین، رو کیفیت زندگیتون هم تأثیری نداشته باشه. خب این سه تا پروژه های خیلی عالی بودن از نظر من.
خواستم باهاتون شیر بکنم. فقط میگم این معرفیه، به هیچ وجه پیشنهاد سرمایه گذاری نیست. لطفاً خودتون تحقیق بکنین، با درایت خودتون اقدام به خرید بکنین. من فقط پروژه‌ای که خوبه خودم میخوام بخرم و میام بهتون معرفی میکنم. هیچ به قول معروف پیشنهاد سرمایه گذاری یا هیچ اجباری توی خرید وجود نداره. خب پس به قول معروف تفکر خودتون، با اختیار خودتون تصمیم بگیرین که چی براتون مناسبه. خب این سه تا پروژه عالی بودن، معرفی کردم. راجع بیت کوین هم یه کوچولو صحبت کردیم. امیدوارم که همگی سعی و سلامت باشین، پرسود باشین. تا ویدیوی دیگه همتون رو خدا میسپارم. وقت همگی بخیر.